به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دم تکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایران. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کن. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو میدزدند، به همه تجاوز میکنند، به همه همه رو اعدام میکنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نو به محمدی رو قلم به سلم به نگه میدارن، صبح صبح به صبح میرن تای چا و بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خسته نباشید، دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه، وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسانها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. میگفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه واسید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بیبوته خیلی میشناسم.
خیلی خیلی یکی دوتا هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت هایی که جاهای مختلف می کردم مجبور بودم با آدم های مختلفی رو در رو بشم و در زمان های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بیبوته توی آدم های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه، چون اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی بخاری یخته. اما مسئله ای که هست مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنن این صف جلو یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن توی اون مسئله‌ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه‌ای بود که مال این بچه های گروه نادرشاه رو میخوندم، به اونم میرسیم. مسئله به این صورت بود که صفحه اول دوم بشینن، صف سوم و چهارم ترقه هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه ها. برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار و نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمیدونم الله و یهوه و اینا نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهان بین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هرچی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما ندارم.
تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا را شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری ما هستیم، شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص، باتوم و اسلحه در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علارغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو از جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان، مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی کردند و میدان را خالی نمی کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید، iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا، خبرگزاری خود دزدا. عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست، همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم و تهران پارس، امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیایم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند، اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نرم میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا،
عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختار رو آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درختار رو آتیش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ما حاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصله درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی میخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارش یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد می‌زدند لختش کنید، لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود. نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرده. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابان‌ها از خرد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی وایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها و ابرای کاغذی وایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت، کتکت میزنن. اگر وایسی هم همون کارو میکنن. اما اگر همتون وایسین یا خوش میشن، وای میسن، میبینن فرار نکردین، چون اونا حردود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان حردود کنن جلویا بیشینن عقبیا، اونایی که دستشونه بزنن. اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز می دادم، من علاوه بر اینکه دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی، کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم. از بچگی کسایی که تو تهران هم سن منن می دونن و شبیه کافر رو زیر رو می کردیم. البته مریض بودم این کار می کردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی رو که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانود به زمین نخوری. هر وقت میخوای بری دعوا راه فرار رو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم. یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن.
سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار جوون بودم، 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواید دنبال این کارا برید با نقشه باید برید. با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی دی که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری. و الا قصه هست اینا که اینا میکنن، نمیدونم. ما بریم صحبت کنیم، ازشون خواهش کنیم. جناب آقای رفسنجانی دزد، خواهش میکنم بیایید هرچی دزدید و هردارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه هست. آخوند رو شما باید بشناسی. آخری خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این ضیافه بخت و نصری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه‌ای صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسد. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. این آتش‌ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک غرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ای است که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط دو روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ای است که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد. باعث می شود تا آنها از ماندن در یک نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن یک نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگ ریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازی‌آباد و غیره وضعیت هزار بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ، به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم، خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد آخوندا رفته بودن.
احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید، اما بتی که برای لای جرز باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین، یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنه، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو، سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش، ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یک کتاب بزنم رو هم دیگه بفشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول، اگر رسید چون بهاره مصرفش کجاست؟ گل و شراب. نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. یه بهشت به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیس بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. مرقع میدونید چیه که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد. صوفیان میگه برفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. بهار می گذرد داد گسترا
دریاب که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه. ولی پیر باده فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دو تا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاقای سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دو تا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علت چم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران. 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو بخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشوازو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن. چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند، کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفایی که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس می نویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی
و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 آدم میذارم اینجا، همه تون اگه گفتین که این سفیده، این 5 باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معامله‌ای بر ما میکنند. اینی که میگه، اون که میگه با اصلاح طلبا بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو واز کنید مردم. به من نه استفاده میرسونه، نه ضرر، نه خودم اونجام، نه بچه هام. برای شماها دارم میگم. این حرص جو شد برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. زار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه ها و علل شکست مبارزات نسل های گذشته به نسل های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی درباره تاریخ واقعی اسلام، راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه ها، امامزاده ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع الشرایط میده.
من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه ها و سازمان های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصاً با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیونه، 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیرشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام. شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حق شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه. چی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد، ببخشید اینو خوندم، در این میان نقش حزب توده در توهم زدائی، ببخشید در توهم زایی، التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیزم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دیماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده ای شدم، 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصا احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران
حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعرم از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابور. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز و تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه، اون روز نوروزه. و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه، فردای اون روز نوروزه. و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما
روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا، ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارن. و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست، یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همش رو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده، اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم، راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم، چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه و هم عربی ربیع الاول اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره، کیوان یکی از ستاره های آسمونه، مهرشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم، حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم مانش. در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید سیر رو کنید میبینید که 60% مهریه. منطقه اول بعد بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.